سلام به روی ماهتون برای دوخت این شلوار راحتی احتیاج داریم به یک مربع 120 در 120 یا 150 در 150 پارچه رو پهن میکنی فرق نمیکنه از روی پارچه یا از پشت پارچه کار کنید پارچه رو که پهن کردید به صورت مثلث تا میزنید چون پارچه ما مربع هستش به صورت مثلث تا میخوره قسمته که زل بالای مثلث کمر ما هست و چون ما این شلوار قرار که کمر کش باشه ما باسن رو حساب میکنیم دور باسنمون رو تقسیم بر سه میکنیم هر اندازه ای شد از بالا به صورت شعاع یه دونه دایره میایم پایین و ببینید به این صورت مثلا دور باسن من 90 تقسیم بر سه میکنم میشه سی سی سانت سی سانت میام پایین و خط کمرم به دست میاد این میشه برای قسمت کمر من که حالا الان اینجا برش میزنم با یک سانت اضافه جادوخت دو زل دیگه مسلس دو سمت دیگه که الان بهتون میگم قسمت مچ شلوار من هستش الان براتون میارم ببینید این سمت و سمت دیگه مچ شلوار من هست که من از و این قسمت درز میخوره هم این سمت درز میخوره و هم سمت دیگه درز میخوره حالا من از این قسمت به اندازه 20 تا 22 سانت بالا میرم روی این خط و به قسمتی که پایین کار من هست و دولای بسته هست به این صورت عمود میکنم و یه خطی میکشم برای سمت راست کارم این کار انجام میدم برای سمت چپم هم همینطور که اینجا میشه مچ شلوار من اینجا را با فاصله یه سانت جا دوخت برش میزنم. حالا من این کار رو بر سمت دیگه هم انجامش میدم. دقیقا همین کار رو روی قسمتی که دلای باز پارچه من هست به اندازه 20 تا 22 سانت بالا میرم. روی این خط و علامت میزنم از علامتی که زدم مستقیم یه خطی عمود میکشم پایین که میخوره به دولای بسته من به سمت پایین شلوارم که فاق شلوار من حساب میشه و من این خط رو با فاصله یک سانت زاپاس دوختم برش میزنم خب این قسمت مچ شلوار من میشه و درس ها قسمت پهلوهای شلوار من باز هست و بالا هم کمر من هستش من میتونم بیام اول مچ شلوار رو بدوزم بعد پهلوها رو بدوزم یا برعکس میتونم اول پهلوها رو بدوزم و بعد برم سراغ مچ کار شما مچ رو میتونید کشدوزی بکنید و میتونید مچ بدید به شلوارتون که یه مقدار اینجا چین میخوره و در نهایت دیگه دوخته میشه دیگه برای کمر هم شما میاین دور تا دور کمر رو اندازه میزنید هر چقدر که شد یه نواری میخواییم به پهنای دلخواهتون دو برابرش میکنید و به اندازه دور تا دور کمر شلوار دیگه ما اینجا دور کمر خودمون رو لازم نداریم چون ما دور باسن رو در نظر گرفتیم دور تا دور کمر شلوار به علاوه دو سانت اضافه تر و پهنای دلخواه برای و این رو ما میایم وصل میکنیم به کمر شلوار رو برمیگردون و کش دوزی میکنیم کش رو هم میتونید در انتها ازش رد بکنید برای مچ هم میایم دور تا دور مچتون رو فقط قسمت پاشنه رو اندازه میزنیم که از داخل پا رد بشه پاشنه و روی پا با متر اندازه میزنیم و پهنای دلخواهتون یه مستطیل در میارید به این صورت اینها رو روبروی هم قرار میدید میدوزید و مچ رو برمیگردونید که درزش مشخص نباشه ببینید الان من درز رو دوختم این قسمت رو به این شکل برمیگردونم و درزش میخوره به سمت پهلو و دوخته میشه به قسمت مچ شلوار خب من این رو هم میدوزم ببینید این سمت درز میخوره به درز پهلو و دیگه اون قسمت رو هم چین, چین میخوره یه مقدار دیگه و بعد مچ رو بهش میدوزیم این هم از مچ شلوار ما ببینید مچ میره داخل این و میدوزم و بعد برمیگردونم کار خیلی ساده و راحتی هستش این از انتهای کار من امیدوارم که دوست داشته باشید و برای خودتون حتما بدوزید این کار رو تا آموزش بعد خدا نگهدار